سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید شالنگی هستم، از لندن همراه شما خواهم بود، از لندنی که بهار زودرس اون رو فرا گرفته. شکوفه های اعلامه حضور کردن لشکر شکوفه های انگلستان، رنگارنگ در خیابان ها و باغ های لندن. چند روز دیگر بهار در مناطق دیگر نیز، کشورهای دیگر اروپا از راه خواهد رسید و در ایران نیز، در آستانه نوروز ایران. اما در آستانه نوروز ایرانی، ایران و مردمان ایران 40 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران چه وضعیتی دارند؟ انقلاب اسلامی چه وضعیتی رو در زمینه‌های مختلف، اقتصادی، صنعتی، سیاست خارجی، آموزشی و عرصه‌های دیگر تحویل گرفت و پس از 40 سال ایران از این بابت‌ها و بابت‌های دیگر نیز در چه وضعیتی است؟ در این 40 سال تشکل‌های مختلفی در ایران و خارج از ایران برپا و برگزار شد و شکل گرفت با هدف‌هایی برای بهتر شدن اوضاع در ایران یا برای آینده‌ای بهتر برای ایران. در این مسیر اخیراً و به تازگی، همان گونه که پیشتر اطلاع یافته اید، تشکل تازه‌ای برای نخستین بار شکل گرفت در واشنگتن، اعلام موجودیت کرد به طور رسمی با نام و عنوان ققنوس، پرنده افسانه‌ای که از خاکستر خود برخواهد خاست. تشکل مرکب از کارشناسان در زمینه‌های مختلف و آنگونه که استنباط می‌شود یا شده است بر اساس شرکت کنندگان در اجلاس یا نشست واشنگتن در زمینه‌های گوناگون، صنعتی، پزشکی، علمی، سیاست خارجی، کشاورزی و زمینه‌های دیگر در کنار هم هستند. کارشناسان و متخصصان بلندپایه و ارشدی که بسیاری از آنان در دانشگاه‌های مختلف و معتبر آمریکای شمالی و اروپا مشغول هستند یا در مؤسسات مختلف، و در گام‌های بعدی طبعاً کارشناسان دیگری نیز آنگونه که اعلام شده است به این تشکل خواهند پیوست. در این شماره از تفسیر خبر با من و شما هستند آقای الله‌یار کنگرلو، مدیر اجرایی پروژه یا برنامه ققنوس، که از نیویورک با ما خواهند بود. آقای دکتر نامدار بقای یزدی که از لندن با ما هستند، مسئول محیط زیست. این رو من بگم که هر سه میهمان برنامه دارای درجه دکترا هستند. و آقای عطا هودشتیان، مسئول سیاست و روابط بین المللی، که از تورنتو با ما خواهند بود. جویا خواهیم شد آنچه رو که ققنوس تا کنون انجام داده و گام های بعدی رو برای آینده‌ای بهتر برای مردمان ایران، نسل های بعدی و احتمالاً مردمان دیگر کشورها نیست. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. We'll be right back.
آقای کنگلو سلام به شما. روز شما بخیر جناب چارنگی، خیلی خوشحالم یه بار دیگه با شما. سپاسگزار هستیم که با ما هستید و با بینندگان ما. و در همان حوالی آمریکای شمالی آقای عطا هودشتیان که برای نخستین بار هست، آقای دکتر عطا هودشتیان با من و شما هستند، دارای سوابق بسیار در عرصه سیاسی، کارشناسی سیاست بین الملل و در زمینه دانشگاهی مجامع بین المللی و مقالات متعددی که به فارسی و زبانهای دیگر از ایشون منتشر شده. خوش آمدید و سلام به شما آقای هودشتیان گرامی. درود بر شما جناب چارنگی عزیز و همچنین سلام میکنم به دوستانم آقای کنگلو و آقای بقایی عزیز و تشکر میکنم از دعوتتون. و همینطور در همسایگی ما آقای دکتر نامدار بقایی یزدی، و این رو هم من بگم که هر سه مهمان ما ساعت کاریشون هست، به احترام شما عزیزان دعوت ما رو پذیرفتن و همراه من و شما خواهند بود. سپاس از شما و سلام به شما آقای دکتر بقایی یزدی. درود بر شما جناب چارلنگی و همچنین جناب دکتر کنگرلو و جناب دکتر هودشتیان که در خدمتشون هستم، و به همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا در سراسر جهان به خصوص ایران عزیزمون در خدمتتون هست. باشه باشه. آقای کنگلو، قاعدتا شما مسئولیت پروژه رو دارید، به طور اختصار از زبان شما میشنویم که هدف این تشکل که در نشست واشنگتن شاهزاده رضا پهلوی به اصطلاح رسما موجودیت این تشکل رو اعلام کرد، هدف به واقع چه هست؟ من در مقدمه اشاراتی کردم بر اساس اون چی که در نشست واشنگتن گفته شد، از زبان خود شما بینندگان ما میشنوند. بالاخره ما کشوری هستیم که در 40 سال گذشته دارای یک موقعیت خیلی عیان و خیلی واضح و خیلی پابلیکی داشته در صحنه روابط بین‌المللی، سیاست بین‌الملل و در اقتصاد و در این منطقه پرآشوب خاورمیانه. و به طور کلی ما اگر این یک قسمت از واقعیت کشور ماست، یک قسمت دیگه از واقعیت کشور ما تاریخ ما و فرهنگ ماست، و اونی که در تاریخ و فرهنگ و ادبیات ما علم جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره. ما در تاریخ معاصر خودمون نداشتیم نهادهایی که صرفاً و صرفاً و صرفاً به علم میپردازه، عالمین جزوش هستن و کسانی که در اون نهاد کار میکنن و عضو هستن به تمام مسائل ایران میپردازن، به هر مسئله‌ای که دامنگیر کشور ما شده. به طور کلی در دنیا این وظیفه نهادهای مدنی در کشورهای مدرن، یه مقدارش هم وظیفه دولت‌ها هست، مسلما دولت‌ها هستن که در موضع تصمیم گیری هستن، در موضع به اجرا در آوردن طرح‌هایی که برای بهبود رفاه شهروندانشون، کشورشون، روابط با همسایه‌ها و روابط با جهان هستن. ولی نهادهایی که در کشورهای مدرن وجود دارن، نهادهای مدنی مثل NGO ها، نان گورنمنت اورگانایزیشن، سازمان‌های غیر دولتی، اینا هم خودشونو صاحب یک فضای از این فضای اجتماعی میدونن که نظرگاه خودشونو از موضع خودشون، از موضع دیدگاه گروه خودشون و اون سازمانی که نمایندگی میکنن رو به عرصه عموم ارائه بدن، که این عموم واقعا داشته باشه، داده های داشته باشه، فقط از یک منبع تغذیه نشه در مورد حقایق جامعه، در مورد نوعی که جامعه میتونه اداره بشه. ما بخوایم ققنوس یک سازمانی باشه مستقل از هر نوع سازمان سیاسی دیگه ای، که عده دانشمند رو دور هم دیگه جمع کرده، دانشمند، متخصص، حقوقدان، فیلسوف، دانشمند علوم سیاسی، علوم اجتماعی، که اینا درباره مسائل ایران بدون ایدئولوژی، بدون وابستگی فرقه‌ای، بدون هر نوع وابستگی، صرفاً علم رو واقعا به مسائل اجتماعی ایران بیارن، و اون تحلیلی که اینا ارائه میدن در مقابل اون نظرگاه‌های دیگه‌ای که شاید به رنگ آمیزی ایدئولوژیک واقعا رنگ زده شده، که قابل مقایسه قرار بگیره و ببینن که مردم ایران، ما می‌خوایم که واقعا جامعه مدنی ایران رو توانمند کنیم به وسیله اینکه دانشمندانشون رو در یک مسئولیت‌هایی بگماریم که این مسئولیت‌ها به مسائل حاد جامعه ما برخورد می‌کنه، اینا رو بررسی می‌کنه
در رابطهش کار پژوهشی انجام میده و اینو در سایت های مختلف ما، در کنفرانس های ما، در برنامه های تلویزیونی و در مقالات ما منتشر میکنه تا مردم ایران مطلع باشن که چگونه جامعهشون میتونه اداره بشه و چگونه داره اداره میشه. آقای کنگلو خیلی مختصر بفرمایید که آیا میشه استنباط کرد از سخن شما این که به طور مثال اگر در ایران مسئله بیکاری هست، در ققنوس به این مسئله پرداخته میشه که رفع مسئله بیکاری در ایران چگونه خواهد بود، چطور میشه مسئله بیکاری رو رفع کرد، یا مثلا مسئله بهداشت پزشکی اگر کمبود پزشک و دارو و درمان و خدمات پزشکی هست، آیا ققنوس چون این کاری داره میکنه؟ یک نوع برنامه ریزی برای حل مسائل ایران هست، حالا در هر شرایط سیاسی متناسب با این برنامه. ما در ققنوس 14 بخش داریم فعلا که امیدواریم در آینده بیشتر بشه. یکی از اون بخش‌ها همین دو تا از اون بخش‌ها همون چیزه است، بخشی هست که شما الان بهشون اشاره کردین. یکی در بخش محیط زیست هست که تحت سرپرستی دکتر بقایی که همینجا حضور دارن اداره خواهد شد. یکی در بخش پزشکی و بهداشت تن و روان که تحت سرپرستی دکتر کاوه راد هست و هر کدوم از این بخش‌ها در حیطه تخصص خودشون کار پژوهشی می‌کنن، سعی می‌کنن که با ایرانیان، با تعداد وسیع از ایرانیان در سراسر جهان و در نهایت در ایران تماس بگیرن با اینا، کسانی که تخصص دارن، کسانی که ترک رکورد کار علمی دارن و اینا رو ترغیبشون کنن راه پژوهش کردن و منتشر کردن و به هم وصل شدن نیروهای علمی که به مسائل ایران علاقه دارن و در رابطه با حل مسائل ایران تخصص دارن رو هموار خواهیم کرد. ما سعی میکنیم یه پلتفرمی بشیم برای کسانی که نسبت به مسائل ایران اهمیت قائلن و شروع کنیم به تقدم و تأخر دادن به مسائلی که فوری و فوتی دامنگیر جامعه ما هست. اون مسائل رو اول در موردشون پژوهش بکنیم، در موردشون راه حل ارائه بدیم، در موردشون مقاله و کتاب و کنفرانس انجام بدیم و بعداً به بستگی به این بستی که سازمان ما پیدا میکنه، بستگی به سرعت رشد ما. آقای دکتر بقایی عزیزی با چند بار همراه من و شما بودن، خوشحالیم که باز هم با ما هستن. آقای بقایی عزیزی بفرمایید که در زمینه محیط زیست بارها شما در برنامه توضیح دادید برای بینندگان ما مشکلاتی که هست، در واقع پژوهش هایی که انجام میشه با چه هدفی هست، در چه زمینه هایی از محیط زیست هست و به چه شکل خواهد بود و به چه شکل به اجرا در خواهد بود؟ خواهش میکنم. ببینید جناب چالنگی، مسئله محیط زیست خب همونطور که فرمودید بارها هم در مورد صحبت کردیم در برنامه های شما و دیگر همکاران رسانه‌ای و میدونیم که مشکل محیط زیست واقعا یکی از معضلات بزرگ ایران، همینطور که جناب دکتر کنگردو گفتن الان بایستی ارجحیت بدیم به بعضی چیزها نسبت به موضوعات دیگه. واقعا مسئله مثلا آب در ایران، مدیریت آب، آب و کمبود آب در ایران و محیط زیست و آلودگی محیط زیست که میدونیم چقدر مشکل بزرگی هستش، اینها مسائلی هستند که در وهله اول بایستی خیلی زود به اینها رسیدگی بشه و چاره اندیشی بشه. و خب این کار رو ما سعی میکنیم حتما در حوزه کار و عملیات و کارهای ققنوس در حقیقت، این کارهای تحقیقاتی، کارهای پژوهشی رو در این مورد انجام بدیم و ببینیم که هر مسئله ایران، ببینید برای اینکه مسائل ایران، بیشتر مسائل ایران واقعا شاید بشه گفت تعداد زیادیش، درصد بزرگی از مسائل ایران امروز راه حل علمی داره. ما راجع به بسیاری از مسائل صحبت می‌کنیم، حتی مسائل اجتماعی مثل مسئله بیکاری که گفتید یا خیلی مسائل دیگه، اینها راه حل‌های علمی و درست و پژوهشی و تخصصی داره که متاسفانه در ایران تحت جمهوری اسلامی در حال حاضر به خیلی اینها اصلا رسیدگی نمیشه یا وقعی نمیگذارن که در اون راه قدم بردارن متاسفانه. ولی ما میخوایم همونطور که قبلا هم اشاره شد در جلسه کنفرانس مطبوعاتی ققنوس اعلام شد و جناب کنگرلو هم بارها در برنامه ها صحبتاشون گفتن، هدف ما اینه که این دانشمندان، این متخصصین که واقعا دلسوز ایران هستن، بتونیم اینطور بگیم دلسوز مملکت هستن، دلسوز مسائل ایران هستن، چه در خارج و به خصوص چه در داخل ایران،
اینها رو به هم نزدیک بکنیم و بتونیم این مسائل رو با تشریک مساعی که میکنیم با هم دیگه بتونیم اینها رو پیش ببریم و بتونیم اینها رو سر و سامونی بدیم. واقعا الان مسئله ریزگرد ها مثلا یه مثال فقط بزنیم در مورد محیط زیست در ایران، خب مسئله روشنیه، متخصصین و کارشناسان بسیار زیادی هم داریم در دنیا الان، یکیشون که ایران بود آقای دکتر کاوه مدنی که بیچاره مجبور شد فرار بکنه از ایران و به خارج بیاد، الان در دانشگاه ییل آمریکا پوزیشنی اونجا دارند، کرسی در اونجا داره و مشغول کار هستش، و بسیاری اشخاص دیگه هستن نظیر ایشون که میتونن و به مسائل ایران کاملا واقفن و آشنا هستن، و ما بایستی از نظریات علمی، نظریات پژوهشی این دوستان نهایت استفاده رو ببریم و نهایتا در داخل ایران بتونیم این تماس رو برقرار کنیم. من خود شخص خودم به طور نوعی تونستم ظرف این یک سال اندی گذشته تماس‌های مستقیمی با کسانی که مسائل محیط زیست و مسائل آلودگی محیط زیست، آلودگی‌های صنعتی، اینجور چیزها رو مد نظر دارن در تماس باشم و ببینیم مشکلات چی هست. منی که 40 سال دور بودم از ایران نمیتونم از اینجا از لندن بشینم و ببینم که وضعیت چیه. از اونهایی که در داخل ایران هستن اطلاعات رو میگیرم و با هم همکاری میکنیم از این مسئله. آقای هودشتیان گرامی، ایران سیاست خارجی، سیاست خارجی ایران خب تغییرات خیلی 180 درجه ای داشته پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. کاری که شما به عنوان سرپرست گروه سیاست خارجی روابط خارجی انجام میدید به چه شکل هست و با چه هدفی؟ بله، خدمتتون عرض شود که در حوزه سیاست و روابط بین الملل من مسئولیتی دارم و این کار رو به شکل تقسیم وظایف با همکاران دیگر شروع خواهیم کرد و شروع کردیم بخشن، و اینکه خدمتتون عرض شود که این کار در آغاز اقدامات اولیه خودش هست. این مهمه. پروژه هایی که داریم مربوط میشه به اینکه چگونه ایران ما بعد از 40 سال، چه بسا بیشتر و کمتر، با وجود و حضور جمهوری اسلامی که در واقع نوعی اعلام جنگ به جهان کرده، بتواند ایران ما به سوی صلح بازگرده، و اینکه با منطقه و با جهان این اعلام صلح رو بکنه به جای اعلام جنگ، و اینکه اصولا پروژه دموکراسی در ایران به چه شکلی و به چه گونه خواهد بود و دموکراسی معنا و مشخصاتش در جامعه بحران زده با اون تاریخ استبدادی و گذشته استبدادی خودش چگونه میتونه برپا بنشینه. طرح این اصولا همچنان که مقدمتا گفته شد لزوما در ابتدای خودش یک طرح ایدئولوژیک میتونه نباشه، میتونه هم باشه، البته به نسبت اینکه چه کسی در چه مقامی با چه گروه بندی و با چه تعلق ایدئولوژیک و نظری بخواد این پروژه رو پیش ببره. مجموعه کسانی که در ققنوس هستند و اینکه ققنوسیان امروز با طرحی که پیش از این در واشنگتن دیده شد و اعلام خیلی کلیش به دست داده شد، یک طرحی هست که میخواد که تا اونجایی بتونه پارتیزانی وارد مجادلات و جنجال‌های سیاسی نشه، بلکه پروژه‌ای بسازه برای ایرانی که اون وقت اون ایران شرط و شروط داره، نه هر ایرانی که فرض بفرمایید جمهوری اسلامی برش حاکمه، بلکه ایرانی با مشخصات دموکراتیک. همین این زمینه سیاسی به کار ما میده که این زمینه سیاسی مقتنم است و مشروع است، یعنی این شرط ورود پژوهشگران به حوزه کارهای پژوهشی گروه ققنوسه که به هر حال کسانی که میآیند معتقد باشند به نوعی از دموکراسی، آزادی اندیشه، اختیار دادن به جامعه مدنی و جدایی دین به خصوص از سیاست و سیاست گذاری. و این در این مقام در واقع گروه ما تلاشش این هستش که با ارتباط با دیگران در داخل ایران و در خارج از این انبوه بسیار بیشمار پژوهشگران استفاده بکنه، اونها رو جذب بکنه، جلب بکنه و به اونها به زبانی بفهمانی که اگرچه ققنوس به توسط یک شخصی
آقای رضا پهلوی افتتاح شده است و به ابتکار ایشون در واقع این کار کلیدش زده شده و ما میتواند یه همچین پروژه‌ای بدون انگیزه، بدون اهداف مشخص پارتیزانی و حزبی سیاسی اقدام بکنه و به اهدافی برسه که احتمالا منافع همه کسان رو مثل گروه های متعدد چپ، راست، جمهوری خواه و اساسا خودم جمهوری خواه هستم و اصولا فکر نمی کنم که تنها کسی هم در قبرس نیستم که جمهوری خواه، جمهوری خواهان دیگه هستن، دموکرات هایی هستن که اصولا لزوما به آقای رضا پهلوی یا به بازگشت سلطنت و غیره اصلا شاید اعتقادی از نگاه ایدولوژیک و سیاسی نداشته باشن، اما معتقد به دموکراتیسم ایشون هستن که ایشون به هر رو علارغم تمام تنش ها، کنش ها و واکنش هایی که در جهان سیاست امروز سرنگونی طلب وجود داره، این طرحش طرحی است که کارآمد داره. نگاه بکنید که اگر جمهوری خواهان رفقای خود من، دوستان خود من همچی طرحی ایجاد میکردن، باز کسان دیگه از سوی دیگه ای میآمدن و میگفتن که شما با مقاصد و انگیزه های ویژه خودتون دارین این کار رو میکنید. به این لحاظ من فکر کنم که یک حسن نظری در این روند وجود داره. علم میتواند سیاسی باشد، میتواند سیاسی نباشد، اما میتوانیم ما این سیاست رو در علم به احتمال قوی تلاش کنیم در خدمت جامعه ایران که جامعه ای خواهد بود که در آینده آزاد به اصطلاح بار پر بگیره بگذاریم. این هدفی است که گروه من و کلیت قبرس پی میگیره. آقای هودشتیان خیلی کوتاه بفرمایید، میشه این هدف رو به این شکل هم بیان کرد که ایدئولوژی موجود در ققنوس و مشترک در اندیشمندان، دانشمندان، متخصصین، کارشناسانی که گرد هم اومدن، ایدئولوژی مشترکشون آینده بهتر و زندگی بهتر برای مردم ایران هست؟ میشه بسته بله، بسته به اینکه از ایدئولوژی با زبان فلسفی و علوم سیاسی و یا علوم اجتماعی که بنده توش حال اندکی دانشی دارم صحبت بکنیم، چون ایدئولوژی رو تعریف کنیم، ولی به عنوان مقصود و مقصد و انگیزه کاملا با شما هم نفس هستم، همراه هستم. و اینکه مقصد در واقع این هستش که جامعه رو تناور بکنه، جامعه مدنی رو به شکل بده و این جامعه مدنی یک مشخصه داره، اینکه که زبان گویاش زبان گویای دموکراسی و آزادی خواهی باشه. در این راه من فکر کنم تمام گروه های امروز که خودشون رو سکولار، دموکرات، آزادی خواه میدونن همراه ققنوس باید باشن و بخواهن داخل بشن و مهر خودشون رو بزنن، چرا که ققنوس این فضا رو برای همگان ایجاد میکنه و نه در واقع نه که ایدئولوژی از الف تا یه دستور عمل چگونه نگاه کردن و اندیشیدن و زندگی کردن، خیر، ایدئولوژی به معنی ساده ترینش که همون معنی ایده هست و آرمان و هدف که هست، به این معنی من استفاده کردم و فکر میکنم توضیحی که دادید بسیار روشن کرد که ققنوس به دنبال چه هدفی هست. اما ارتباط ققنوس، آقای کنگلو، از شما میشنویم، با شاهزاده رضا پهلوی به چه شکل هست؟ اشاره کردن آقای هودشتیان از زبان شما اینکه مبتکر این طرح ایشون هستن و همراهی شما و بقیه ققنوس به چه شکل است؟ بله، همونطوری که دکتر هودشتیان گفتن، مبتکر این طرح شاهزاده رضا پهلوی بودن. حدود 2 سال پیش ایشون با من در مورد این مسئله صحبت کردن. من با تعداد زیادی از ایرانیانی که متخصص هستن مثل دکتر بقایی، مثل دکتر هودشتیان صحبت کردم در طول راه و یک جمع 30 نفری رو برای بنیانگذاری این ما انتخاب کردیم. به هیچ وجه من الوجود در انتخاب این 30 نفر شاهزاده هیچ اعمال نظری نکردن. به طور کلی ایشون نظرشون این بود که جای یک همچین نهاد علمی که مسائل ایران رو به شکل علمی بررسی بکنه، که علم میشه واقعا چسب به هم نگه داشتن این اعضای این گروه که باعث جلوگیری بکنه از هم پاشیدن یک سازمانی که همونطوری که ما دیدیم سازمان‌های سیاسی ائتلاف‌های مختلف در ظرف 40 سال گذشته به وجود اومدن، از بین رفتن. ما فکر کردیم یک سازمانی که هم علم پایش باشه، هم علم وسیلش باشه و به هیچ نوع فرقه گرایی، به هیچ نوع ایدئولوژی، به هیچ نوع جنسیت طلبی، به هیچ نوع حداقل رنگ و بویی با
خودش آلوده نکرده باشه و خودش آلوده نکنه، شاید بتونه دوام بیشتری بیاره و شاید بتونه از این کارایی علم رو به صحنه اجتماعی مردم ایران بیاره. ما معتقدیم که علم یک پدیده‌ایه که واقعا صرفاً و صرفاً کاراییش در کاوش طبیعت، در شناختن ناشناخته هاست، و اگر ما همین همه پدیده‌هایی که در جامعه ایران وجود دارن، چه سیاست ایران، چه مسائل اجتماعی ایران، چه مسائل محیط زیستی ایران، چه مسائل پزشکی ایران، چه مسائل انرژی ایران، اگر ما علم رو توش بیاریم، فکر می‌کنیم میتونیم راه حل‌های ارائه بدیم که واقعاً این مشکل، اینی که کشور ما به لبه پرتگاه نابودی رسیده، بکشیمش کنار و واقعا نجات بدیم ایران رو، نشون بدیم که یه مدل دیگه هم وجود داره برای اداره مملکت که بشه واقعا با همین منابعی که داریم، منابع انسانی، منابع زیرزمینی و با همین ملتی که داریم، بتونیم واقعا یک کشور سربلند و سرافراز بسازیم. آقای دکتر بقایی، الان ایران از نظر محیط زیست به نظر میرسی که نگهبانی نداره، یعنی به نظر میرسی که هر کسی تبری دستش بوده و این دسته تبر به نحوی ساخته حکومت هست، به جان درختان افتاده و بقیه مسائل محیط زیست که مردمان در داخل ایران در جریان هستن. از زبان شما میشنم واقعا وضعیت محیط زیست در ایران، از بابت من بارها اینو در برنامه اشاره کردم که در تهران فارغ از مسائل سیاسی، آزادی بیان نیست، آزادی احزاب نیست، آزادی هیچی نیست از این بابت ها، ولی یک شهروند تهرانی از صبح که بیرون میاد با آلودگی هوا طرف، داروهای تاریخ گذشته طرف است، مواد غذایی مسموم، سبزیجاتی که از ورامین میاد آلوده است و بقیه چیزهایی که هست. از زبان شما میشنویم واقعا آیا نظامی برای محافظت از محیط زیست در ایران وجود داره، یا به قول آقای کنگلو استفاده کردن، ایران از بابتهایی در لبه پرتگاه است؟ ببینید جناب چالنگی، یک موضوعی رو خدمتتون بگم. اگر یادتون باشه قبل از انقلاب اسلامی در دوران پهلوی سازمانی داشتیم به نام سازمان حفاظت محیط زیست که اولین رئیسش هم آقای دکتر مهندس فیروز بودن، مهندس اسکندر فیروز. بعد از انقلاب شد فقط وزارت محیط زیست، دیگه اون حفاظتش از بین رفت، مثل اینکه یعنی دیگه ما کاری به کار حفاظت محیط زیست نداریم. و همونطور که به درستی اشاره کردید، میبینیم که الان واقعا محیط زیست ایران تحت چه حملاتی قرار گرفته، نه تنها به طور گسترده، بلکه کنشگران محیط زیستمون هم تحت حمله مختلف قرار گرفتن و متاسفانه اغلبشون در زندان‌ها هستن، گرفتار میشن و گرفتاری‌های متعدد. ولی مسئله محیط زیست واقعا همونطور که گفتید، آلودگی محیط زیست چه از نظر هوا، چه از نظر خاک، چه از نظر آب و از هر گونه که نگاه بکنیم، واقعا هر کدومش یک معضل بزرگ است. آلودگی هوا که می‌فرمایید، من چند وقت پیش اینجا یه سخنرانی در لندن داشتم، آمارهای جدید رو که نگاه می‌کردم واقعا وحشتناک بود که آدم می‌بینه در سال چندین هزار نفر ایرانی فقط از آلودگی محیط زیست، اونم با درصدهای بالا، بیماری‌های مختلف ریوی، قلبی، متعدد از بین میرن فقط به خاطر این موضوع. خب اینها مسائلیه که راه حل‌های علمی داره، همونطور که قبلا هم گفتم، و میتونه با پژوهش‌های درست، با کار درستی که میگم باز متخصصین در خارج و داخل ایران همکاری بکنن با هم، میتونه بسیاری اینها حل بشه و درست بشه. مشکل آب، مسئله آب که میدونیم چقدر بحرانیه و حالت حتی امنیتی پیدا کرده در جمهوری اسلامی الان، اینها مشکلاتیه که خیلی راحت تکنولوژی های جدید و پیشرفته‌ای که در دنیا هست و ما متاسفانه از اون قطار تکنولوژی عقب افتادیم و دور افتادیم، رو بایستی بیاریم در ایرانمون استفاده بکنیم و بتونیم اونجا رو، همونطور که دکتر کنگرلو گفتن، آباد بکنیم. یک مدل دیگه‌ای رو اینجا ارائه بدیم که نشون بدیم اینها میتونه کارایی داشته باشه و به انجام برسه و به ثبوت برسه. بله، این رو هم من بگم که اگر اشتباه نکنم آقای دکتر فرداد فروزان هستن، مسئول بخش کشاورزی هستن و گروهی که در این زمینه تحقیق میکنن، نیست آقای
کنگلو؟ بله. بله. امیدواریم ایشون رو در برنامه‌های دیگه داشته باشیم همراه با اعضای دیگه و در زمینه‌های کشاورزی هم. آقای دکتر فرزان مسئول موقت گروه کشاورزی هستن، امیدواریم متخصصین بیشتری رو جذب بکنین، جلب بکنین بتونن در اون گروه مشغول باشن. بانوان هم هستن در گروه ها، خانم بانوان. بعد آقای هودشتیان، شما اگر بخواید الان گزارش کنید به تماشاگران ما، به تاریخ آینده از زبان یک کارشناس امور بین الملل بشنمن، ایران از نظر وضعیت بین المللی الان در چه وضعیتی هست؟ چرا این همه دشمن از زبان رهبری ما میشنویم؟ چرا ایران این همه به قول معروف مشکلات داره با این ور اون ور یا دیگران مشکلات دارن؟ علتش چی هست؟ علتش چیست؟ بله خدمتتون عرض شود که خب میدونین که این همه ماجرا باز میگرده به استراتژی که ایران از سالیان پیش و خصوصا بعد از جنگ با عراق در واقع تدوین کرد و فکر میکرد که از این طریق میتواند ثبات رو به کشور بازگردونه و پیکره انقلاب اسلامی رو گسترده کنه هم در منطقه و هم در نقاط دیگر جهان. و این استراتژی بر این پایه بود که از طریق ایجاد جنگ در خارج از منظومه میهنی و ملی ایران میتواند ثبات رو به مملکت برگردونه و حمایت بین المللی کسب کنه. در واقع صدور انقلاب استراتژی اولیه جمهوری اسلامی بود که این صدور، این نظریه، این فکر از انقلاب اکتبر میاد، یعنی زمانی که تروسکی میگفت که ما بدون تداوم انقلاب در واقع روسیه، انقلاب اکتبر بلشویکی، نمیتوانیم تضمین کنیم دوام و پایداری انقلاب بلشویکی رو، انقلاب کمونیستی رو. و به این لحاظ بود که استالین بر پایه همین نظریه اولیه زمانی که قول و قرارهای خودش رو باید شکست و شروع کرد بعد از جنگ جهانی دوران جنگ جهانی دوم کمک کنه به نیروهای سگانه فرانسه و انگلستان و آمریکا و از پشت حمله کنه به انگلستان، به آلمان. همین که نیروی روسیه به سمت آلمان می آمد، تمامی اروپای شرقی رو به یک باره از آن خودش کرد و برلین رو هم خواست که این کار رو بکنه که برلین به دخالتگری و با سیاستی که امریکا خرج داد در واقع نتوانست برلین رو بگیره که تماما بخشی از برلین شرقی شد و بخشی از برلین غربی. به این لحاظ در واقع ایران هم فکر میکرد که از طریق صدور انقلاب، ارسال در واقع جاسوس ها و خرابکاری های متعددی که در شهرهای بزرگ میکرد، میتوانست سیاست تهدید رو به همراه استراتژی جنگ و دخالتگری و صدور انقلاب ایجاد بکنه. در این سیاست که دامنش بحثش بسیار زیاده، مطمئنم در این برنامه کسانی بهتر از بنده این رو تحلیل کردن و میکنن، ولی این سیاست امروز از نگاه واقع بینانه ای میتوان گفت که شکست خورد. از دو نظر، یکی اینکه به هر حال در آمریکا سیاستی بر جای نشسته است که با این استراتژی سر سازش نداره و قلیان حداقل در عملی که ما داریم میبینیم جدا از شعارهایی که داده میشه از سوی کاخ سفید مخالفه و مخالفه سرسخته. و به این لحاظ در سوریه من تصور میکنم با وجود تمام این مشغله ها سیاست ایران در سوریه شکست خورده. و در عراق با انتقال نیروهای نظامی از سوی سوریه به سمت عراق که این انتقال مشکل آفرین هم بوده، در کاخ سفید به راحتی عملی نمیشه و به تدریج عملی میشه و یه مقداری نیروهای به حال آمریکایی در سوریه قرار که بمونه، اینا رو عملی میدونیم، ولی انتقال اینها بعضن و بخشن در لب مرز ایران در عراق تهدیدی است همه جانبه علیه ایران. و اینکه این سیاست امریکا ایران در عراق نیست، اون به اصطلاح پیامدهای خودش رو نداشته. به لحاظ دیگه ایران در عراق هم میتوان گفت که کم کم نیرو و قوای خودش رو ضعیف میبینه و میتوان گفت که اونجا هم شکستی داره میخوره. به لحاظ این وضعیت بسیار اسفناکی است به همراه یک موضوع بسیار اساسی که چتر اصلی حرکت امریکا علیه ایرانه، اون نیروی اصلیش هست در واقع، اونم تحریم هاست که تحریم ها یک سیاست ماحصل سیاست بین الملل ایران هست
محصر کار خودشه، خرابکاری خودشه و این ثمرات بسیار ننگینی برای جمهوری اسلامی به بار خواهد آورد و ثمره اصلیش رو متاسفانه حاصلش رو مردمان بیگناه ایران به اصطلاح خواهند داشت. اشاره کردم به لئو تروتسکی، از همراهان، همونطور که اشاره کردن، همراهان اولیه لنین، رهبر انقلاب اکتبر 1917 روسیه بود که بعدها تایی همونطور که اشاره کردن انقلاب رو پیگیر، انقلاب مستدام و پیگیر که این تز ایشون، تز آقای تروتسکی به فارسی هم با همین عنوان ترجمه شده و منتشر شده بعدها در آمریکای لاتین توسط فرستادگان استالین ترور شد. فیلم های متعددی هم درباره ایشون ساخته شده که در یکی از اونها آقای هورس با هورس بازی میکنه. پرسش من این هست آقای کنگلو، در تشکل ققنوس من دیدم که بانوانی نیست، متخصصین، بانوان متخصص نیست حضور داره، جای دکتر میرزاخانی خالی، روانش شاد. در این زمینه از شما میپرسیم، از روز تشکیل جلسه اعلام موجودیت ققنوس در واشنگتن تا به امروز آیا کسان دیگری به شما پیوستن در داخل یا خارج از ایران؟ ما مسئول آیتی ما به من خبر داد توی برنامه هفتگی، توی جلسه هفتگی برد ما، که در ظرف یک هفته گذشته ما 879 تا تقاضا داشتیم که تعداد زیادش از داخل کشور بوده. بنابراین جواب شما هست که ما با استقبال عظیمی روبرو شدیم. الان مشکلی که داریم استقبال متخصصین ایرانی نیست، بلکه مدیریت این استقبال، طبقه بندی اینا، فرستادنشون به کارگروه های خاص خودشون هست و واقعا سازمان و تشکیلاتی که ما درست کردیم به هیچ وجه انتظار این همچین استقبالی رو نداشتیم و باید که ما مدیریتمون و تشکیلات سازمانمون رو یه مقداری بستش بدیم تا اینکه بتونه به این همچین استقبالی هم در درون ما بیارشون، هم سازمانشون بده و هم به کارهای پژوهشی به گمارشون که بتونیم واقعا اون هدفی رو که ما در مرامنامه خودمون اعلام کردیم رو واقعا با اطمینان خاطر و با راندمان بالا انجامش بدیم. ما این گروه هایی که ما فعلا اعلام کردیم، یکی از سرگروه های ما خانم دینا زیاری هستن که سرگروه توسعه شهری هستن و همونطور که شما هم گفتین در کنفرانس اعلام موجودیت واشنگتن ما تعدادی خانوم های عضو ما که در مدیریت ققنوس حضور دارن، خانم هیوا فیزی، خانم شیما بزرگی و خانم دینا زیاری، اینا هم خودشون سرپرستای گروه ها هستن و همینی که واقعا توی کار تشکیلات و سازمان، مثلا همون کنفرانس مطبوعاتی، اینا خیلی واقعا زحمت کشیدن تا اینکه ما تونستیم واقعا این از راه دور با این همه آدم، با این همه عضوی که ما از راه دور داشتیم، از کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف تونستیم همین چیکار بکنیم. بنابراین هر برنامه‌ای که ما بخوایم انجام بدیم، این برنامه احتیاج به همدلی، همکاری و واقعا از صمیم قلب مایه گذاشتن از تمام اعضای گروه لازم داره و ما معتقدیم که این حداقل این گروهی که تا به حال جمع کردیم مشخصات دارن و در آینده ما یک سری شرایطی برای عضویت گذاشتیم که این شرایط رو هم در سطح سرپرستا و مدیریت ققنوس و هم در سطح اون اگزیکیوتیو بورد ققنوس که اینا رو تقاضاهایی که از ایران و از جاهای مختلف ایران میرسه، دنیا میرسه رو اینا یک بررسی اولیه میکنن. اگر حائز اون شرایطی که ما لازم داریم، ترک رکورد داشته باشن، مقالاتی منتشر کرده باشن، کار علمی، پژوهش سیستماتیک و متدیک انجام داده باشن، اینا بعداً اینا دستبندی میشن و به سرپرستای گروه داده میشن تا اینکه در یک پژوهش خاصی به کار گمارده بشن. خانم دکتر هیوا فیزی رو اشاره کردن که مسئول بسیار روابط عمومی هستند و کارشناس وسایل ارتباط جمعی و گرداننده جلسه واشنگتن. آقای دکتر بقایی یزدی، بفرمایید که شما در ارتباط با گروهتون و در ارتباط با محیط زیست ایران، آیا با مؤسسات بین المللی، البته به نظر میرسه ققنوس در تمام سطحاش چون این اقدامی رو پی میگیره، در تماس هستید؟ از هنوز در حال حاضر نه جناب چالنگی، ولی 100% تماس های برقرار خواهیم کرد با سازمان های بین المللی که در کار محیط زیست هستند، چه در مورد حفاظت محیط زیست و چه در مسائل مختلف
زیست محیطی با اونها در تماس خواهیم بود. و باز همون اشاره میکنم به اون چه که در داخل ایران میگذره. واقعا ما بایستی ببینیم مسائل رو در داخل ایران بررسی بکنیم. من الان در حال حاضر دارم بررسی میکنم مسائل مربوط به پسابهای صنعتی، پسابهایی که در کارخانه های مختلف در ایران تولید میشه و اینها چگونه تولید آلودگی های شدید زیست محیطی میکنن در ایران. اینها رو من دارم با دوستانی بررسی میکنیم، روش کار میکنیم، ببینیم به چه صورت میشه با تکنولوژی های مدرن و پیشرفته که در دست داریم اینها رو بشه برطرف کرد و درست کرد. میدونید اینها همش مستلزم این خواهد بود که ما بتونیم این تماس رو داشته باشیم و با متخصصین ایرانی. الان من همونطور که جناب دکتر کنگرلو هم گفتن، من خودم ظرف همین یکی دو هفته اخیر واقعا از طریق شبکه لینکدین که یک شبکه اشخاصی هست که متخصص و حرفه‌ای هستن، چندین برام پیام اومده و چندین تقاضا برای اینکه بیان و همکاری بکنن در این زمینه‌های مختلف به خصوص محیط زیست. بله اینها رو ما بایستی واقعا گسترده کنیم، بایستی این شبکه‌مون رو و این گروهمون رو کاملا بستش بدیم، بتونیم مدیریت بهتری داشته باشیم و بتونیم اشخاص واجد شرایط رو جذب بکنیم. آقای هودشتیان، مطمئن هستم شما و مهمانان دیگه برنامه صحبت‌های اخیر آقای عبدالکریم سروش رو شنیدید. دکتر عبدالکریم سروش رو که ایشون داروساز هستند و تا اونجایی هم که من اطلاع دارم ظاهرا در آقای بقایی در همون دانشگاه شما ایشون هم درس خوندن، نیست؟ آقای سروش بله در چلسی کالج دانشگاه لندن که بعداً تبدیل شد به کینگز کالج که منم از اونجا درجه اول میکروبیولوژیم رو از کینگز کالج گرفتم. البته ایشون سالها قبل از من بودن ولی من با ایشون در جریان انقلاب فرهنگی در ایران آشنا شدم. یعنی شما رو ایشون اخراج کرد یا؟ به یک نحوی. من در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودم و استادها بسیار ناراحت و بسیار پریشان از وضعیتی که آقای سروش و دوستانشون اون موقع در ایران به وجود آورده. بله. خب سوال من همینه. آقای سروش بر پای اخراج بسیار همون به اتر یا به گفته خودشون با هر دو تلفظ اتر و اتر اسلامی دانشگاه ها رو به اصطلاح مزین کردن و معطر کردن که الان در دوره فوق لیسانس برای همه جاها، به خیلی جاها حتی رشته های روانشناسی گرفته تا پزشکی، وصایای امام رو تدریس میکنن به عنوان یک ماده درسی. به هر حال آقای هودشتیان شما بفرمایید که ایشون آمده و گفته که خیر، بهترین حکومتداری در دوره در تاریخ ایران دوره آقای خمینی بوده. خب همین مدل حکومتداری رو میشه ادامه داد دیگه، چه نیازی به ققنوس هست، چه برنامه ریزی علمی و این همه زحمت و اینها. واقعا همین مدل همینطوره. البته من برای آقای سروش از لحاظ فلسفی در حوزه دینشناسی به طور کلی جدا از جهان سیاست برایشون احترام زیاده قائلم. شاهد گفتگوهای شاید جدلها و گفتگوهایی که بنده با این جریان نو اندیشه دینی روشنفکر دینی داشتم شاید بودین در برنامه‌های برگار یا برنامه‌های دیگه بی بی سی یا جاهای دیگه، در کنفرانسی که در تورنتو با خودشون و غیره دیگران داشتن. خدمتتون عرض شود که جهان بینی فکری و چه بسا دینی و ایدئولوژیکی ایشون یک طرف، ولی سخنان اخیرش که اندکی به لایه‌های فکری گذشته خودشون هم میخوره یک بحث جدایی است. البته ایشون نگفتن که حکومت فعلی یا حکومت آقای خمینی خوب بوده است، بلکه میگفتند که رهبری ایشون آقای خمینی باسوادترین بوده است و رهبریش رو نظیر اون نبوده. بله آقای یهودشتیان این سخن ایشون هست که آقای آیت الله خمینی در حکومت داری بی نظیر بودن. این جمله
سه تا نکته پشتشه که به اختصار و به سرعت رد میشن و گفته این رو بررسی میکنم. یکی این که توش یک مسئله است به نام سواد، یکی دیگه محبوبیت و یکی جوانگرایی. یعنی این که گفتن چون سوادش خیلی زیاده در فقه، در عرفان و در فلسفه، از این لحاظ یک زمامدار ارزنده است که نظیرش در تاریخ ایران دیده نشده، که این برداشت، این نگاه کاملا از نقطه نظر زمامداری حکومت، کشورداری، مدیریت کشوری جامعه کاملا غلطه. به این لحاظ که سواد به خصوص عرفان و فلسفه و شعر، چون گفتن که ایشون اندکی در شعر هم هستن، ارتباطی با حکومت داری نداره. به این لحاظ ساده که اولا افلاطون که بنیانگذار نظریه به سر سیاست مداری هست، نظریه فیلسوف شاه رو عنوان میکنه که فارابی که به عبارت نه حالا اون بحث دیگری است، این هر میگرده به دوران که بله بفهمم ولی همین اینجاست که به هیچ وجه یک عارف که چون فارابی زمانی که این نظریه رو میگیره و آقای خمینی طرفدار نظریه فارابی است، این خیلی مهمه، یعنی که آقای خمینی معتقد است که در رأس هرم اجتماع و سیاست باید یک امام قرار بگیره و این امام با سواد عرفانیش به لحاظی به او این امکان هدایت کردن رو میده، در حالی که افلاطون درست برعکس گفته است که کشتیرانی رو به دست کسی که میدونه این کشتی چیست نباید داد، باید به کسی داد که کشتیرانی بلد باشه. بسیار خوب. بله، حالا نظریات مختلفی هست، اما صحبت من اینه، پرسش من این هست آقای کنگلو از شما هم، که ما دانشمندان، اندیشمندانی مثل آقای هودشتیان، شما، آقای دکتر بقایی یزدی، صدها بلکه هزاران داریم در دانشگاه‌های خارج از ایران، اما در ایران علما، اونها هم عالم عنوانش نمیدن، ظاهرا مثل این که فقط همین فلسفه و عرفان، حالا آقای خمینی چه عرفانی که بکشید و از دیدیم در این چهل سال، اینا به جای خود. کدوم طرف میتونه ایران رو واقعا، علما یا دانشمندان؟ بله، من اجازه بدید برای جهان امروز ایران رو و حرفای آقای اجازه بدید چند تا نکته رو من روشن کنم. اولا کسانی که فقه میدونن عالم نیستن. این مغلطه‌ای که در جامعه ایران انجام میشه که به آخوندا میگن روحانیون، به کسانی که فقه میدونن میگن فیلسوف و عالم، اینا واقعا نشان دهنده بی‌سوادی کسانی که این کلمات رو به کار میبرن. فلسفه یک حیطه کاملا مجزا از عرفان و فقه. فقه کارش به خدا پرداختن و مسئله و واقعا متون مقدس رو تعبیر کردنه. حتی ما به طور کلی در جهان پژوهش دو نوع پژوهش داریم، یکی پژوهشی که عملیه و به وسیله فرضیه و به وسیله کاوش و به وسیله روش‌های سیستماتیک علمی در درون طبیعت کاوش میشه، ناشناخته‌ها تبدیل به شناخته میشن. دو نوع وجود داره، یکی به وسیله روش تجربی، یکی به وسیله برهان که میشه اسمش فلسفه. بنابراین میبینید به وسیله همین تعریف بسیار ساده تفاوت عظیمی بین فلسفه و عرفان و فقه وجود داره. آیت الله خمینی ممکن بوده که درباره فقه چیزی بدونه. فقه به درد واقعا اداره جامعه نمیخوره، که فلسفه ممکنه به درد بخوره. در حقیقت اگر راستش بخوایم، من در برنامه قبلی شما هم گفتم جناب چالنگی، که واقعا تفاوت بین فقه و فلسفه بین ابو علی سینا و امام محمد غزالی تکلیفش روشن شد. ابو علی سینا میخواست که فلسفه رو داخل حکومت داری بیاره، اون امام محمد غزالی که خمینی دنبال روی اونه واقعا جای فلسفه و ریاضی رو با فقه فرو کرد. آقای کنگلو، چون وقتمون کمه و این سوال من میخوام سوال حسن ختام برنامه باشه، البته امیدوارم وقتم باشه برسیم به آقای دکتر یزدی. ببینید، شما پژوهش میکنید، تحقیقات میکنید، مشکلات ایران اینه، راه حل هاش اینه، برنامه ای هست که راه حل های مسائل ایران، این در چه شرایطی اون وقت قابل اجرا خواهد بود؟ چه زمانی هست که این برنامه‌ای که شما برای رفع مشکلات با این حکومت شدنی است، یا برنامه‌ای میشه تلقی بشه برای یک حکومتی که از شما میشنه؟
به نظر ما این طرحی که ما ارائه میدیم همواره باید قابل اجرا باشه. یعنی کسانی که دلشون برای ایران میتپه، کسانی که دلشون برای سربلندی ایران میتپه، کسانی که دلشون برای تمامیت ارضی ایران میتپه، باید این برنامه‌ها رو برای اینکه این برنامه‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی به هیچ فرقه‌ای، به هیچ منافع خاصی، من و جناب دکتر بقایی و دکتر هودشتیان هیچ منفعتی در این طرحی که ارائه میدیم نداریم، مگر اینی که ما فکر می‌کنیم که این طرحا ممکنه به ایران استفاده برسونه. بنابراین جواب کوتاه شما اینه که ما فکر می‌کنیم که طرحایی که ما ارائه می‌دیم با توجه به واقعیت‌های دنیای خارج در یک ایران دموکراتیک مرحله عمل در میاد. آقای یزدی همین هست، آقای برای یزدی به همین کوتاهی. بله، منم کاملا موافقم. یعنی ببینید تمام این برنامه‌ها، پروژه‌هایی که ما صحبتش رو می‌کنیم، برنامه‌ریزی می‌کنیم، قاعدتاً بایستی تحت هر شرایطی برای ایرانی که اینطور مسائل و مشکلات داره عملی باشه. ولی میدونیم که متاسفانه در ساختار کنونی جمهوری اسلامی بسیاری از این برنامه و پروژه ها عملی نخواهد بود. وقتی که صحبت از محیط زیست کردیم، خب میبینید خودتون وقتی که ده ها کنشگر محیط زیست در زندان هستن، مسئله اونجا وجود داره. اینه که بایستی این پروژه ها در یک ایران آزاد و دموکراتیک آینده پیاده بشه. 30 ثانیه وقت داریم آقای هودشتی. بالا خدمتتون هستم که ما همونطور که میخواهیم که احتمالاً سرنگونی نظام رو مدیریت بکنیم، باید که ساختار آینده رو هم از امروز مهندسی کنیم. یک عنوانی در علوم انسانی وجود داره به نام سوشال انجینیرینگ، یعنی مهندسی اجتماعی. و این مهندسی اجتماعی حداقل در حوزه کار من، یعنی در حوزه سیاست، اونقدر هم غیر عملی نیست. از همین امروز روش‌ها و کنش‌هایی که ما ایجاد می‌کنیم در از خارج چسبه و یا در داخل میتواند اثرگذار باشد و تغییراتی رو در سطح علمی در حد جامعه امروز در ایران به وجود بیاره. چون در حوزه اجتماعی این حرکت از قبل در واقع در سطح اجتماعی جاری هست و وجود داره. سپاس بسیار داریم آقای هودشتیان. با سپاس از شما و همینطور آقای بقای یزدی و آقای اللهیار کنگلوی عزیز، هر سه مهمان گرامی، با سپاس و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر و دیدار و حضور دیگر اعضای تشکل ققنوس. سپاس از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند کوه، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.